پاکستان امروز سهشنبه تا حدی با به با بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان تمایل نشان داد. خواسته یک کلیدی غرب از پاکستان گشایش دوباره این راه و آن هم پیش از نشست عمومی ناتو در شیکاگو بیان شده است. همکارم احمد سیارزیا را از مقر وزارت خارجه امریکا با خود داریم. آقای زیا سلام بر شما بفرمایید. سلام آقای الامی، سلام بینندگان عزیز. آخرین گزارش ها مبین است که به گفته یکی از سخنگویای ناتو آصف علی درداری رئیس جمهور پاکستان در کنار چند کشور دیگه غیر عضو ناتو در شک... نشست شیکاگو یا نشست عمومی ناتو در شیکاگو دعوت شدند آ... ما گزارشی گزارش را از نحوه نرم و یا برخورد نرم و یا انعطاف پذیری پاکستان به خاطر بازگشایی راه اکمالاتی ناتو در افغانستان آماده ساختیم میریم به گزارش و بعد از گزارش ما تفصیلات بیشتر خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهم کرد رهبران نظامی و ملکی پاکستان به روز سشنبی در یک جلسه کمیته دفاعی کابینه آن کشور روی گشایش دوباره راه اکمالاتی نیروهای ناتو بحث می این بحث با نشست و گفتگوی مقامات ارشد نظامی به شمول لویدرستیز قوای مساله و اعضای عمومی کابینه پاکستان به روز چهارشنبه دنبال خواهد شد. صدر اعظم پاکستان میگوید در این باره گفتگوهای جدی و شدید با مقامات امریکایی جریان دارد ناتو تنها به یک کشور محدود نیست بیشتر از چل کشور در آن شامل است ما به گونه جدی بالای این مسئله بحث می کنیم ما پیشنهادات پارلمان را با خود داریم با در نظر داشت پیشنهادهای پارلمان ما جلو می رویم به نظر من گفتگوهای ما سازنده بوده و به نتایجی دستیاب خواهیم شد یک منبع پاکستانی که نامش فاش نشده با آژانس خبری فرانسه گفته است که حکومت پاکستان از گذشته تصمیم گرفته که راه را تا آغاز هفته ای آینده بگشاید این منبع همچنان میگوید که مقامات ایالات متحده و پاکستان در جریان گفتگوها به یک توافق بالای تعیین مقدار حجرت و یا پول بالای اکمالات لوجستیکی و نفتی که از پاکستان عبور خواهد کرد نیز نایل آمدند. در این حال وزیر خارجه پاکستان نظریات را رد کرد که گویا اسلام آباد کار مبارزه با داعش افغانی در افغانستان را با بستن سرحد و راه اکمالاتی ناتو نادیده گرفته است. اهداف استراتژیک پاکستان در منطقه اهداف بیان شده غرب و یا هم ناتو در منطقه یعنی تامین صلح و ثبات در افغانستان با هم یکسان و منطبق است پس ما خواهان ادامه کار خود به حیث کشور تسهیل کننده و فراهم کننده هستیم نه به حیث اخلالگر و این چیزی است که پاکستان به خاطر به دست آوردن آن تلاش کرده است پس چرا این همه تلاش در نخوس متوقف شد چرا که 24 سرباز ما کشته شد و ما را به هیچ وجه و در هیچ واکنش قابل نیافتیم. پس از آنکه 24 سرباز پاکستانی در نتیجه حمله هوایی ماه نوامبر نیروهای آمریکایی در مناطق قبایلی کشته شد، اسلام آباد با واکنش جدی راه اکمالاتی نیروهای خارجی را بست و از ایالات متحده خواستار پوزش در رابطه شد. مقامات ایالات متحده این خواست پاکستان را رد کرده از آن کشور خواهان همکاری و بازگشایی راه تدارکاتی شده است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از بیانات مقامات پاکستان در مورد بازگشایی راه اکمالاتی استقبال کرده است. خب آقای زیا دلیل واکنش یک بار ولی تا حد نرم پاکستان در برابر بازگشایی راه اکمالاتی چی بیان شده و گشایش دوباره ایرا چه عواقبی را در پی میتاند داشته باشد؟ بله فاد به نظر کارشناسا دو مسئله میتونه پاکستان وا داشته باشه به اینکه پذیری داشته باشه در قبال بازگشایی راه اکمالاتی ناتو در افغانستان مسئله اول نشست شیکاگو است سرمونچی عمومی ناتو در گذشته به شکل جدی بیان کرد که اگر پاکستان توافق نکنه به خاطر بازگشایی راه راه اکمالاتی, اکمالاتی ناتو از نشست شیکاگو به حضور در نشست شیکاگو محروم میشه بحث دوم مسئله اقتصادی و یا منافع اقتصادی پاکستان از در اینجا پاکستان میخواه ای بار حجرت بیش از حد را تا حد به نفع خودش بالای اکمالات که از راه پاکستان بر ناتو عبور میکنه تعیین بکنه و مسئله عواقبش آگاه ها به این باور هستند که با خواست های پاکستان که او بله. توقف حملات هوایی تیارات بدون پیلوت بود و در ضمن پوزشخواهی ایالات متحده این بله. باعث میشه که اگر پاکستان بپذیره هر چند وقتم کوتاه هست اگر بله. پاکستان بپذیره راه گشایش تا حد نارضایتی داخلی در داخل بله. پاکستان بله تشکر از شما جان بله, بله تشکر از شما یک جهان سپاس سپاس